بفرمایید. سلام خانم. سلام. خونه ی آسد مرتضی اینجاست؟ آره، همینجاست. چی کار داری؟ خانم میشه بیام تو؟ والا خیلی خوب، بفرمایید. من اسمم مریم خانم جون. پرسون پرسون اینجا رو پیدا کردم. خب چی کار داری؟ اومدم از سید مرتضی خبر بگیرم. از مرتضی؟ چه خبری؟ از وقتی بار گوسفند برده دیگه بر نگشته. پس شما هم نمیدونین کجا؟ نه، موضوع چیه؟ الان چند وقته که منو ویل کرده و رفته. تو رو؟ نکنه مخت عیب کرده؟ نه خانم جون، من زنشم. اینم که تو شکمم بچه‌شه. برو برو، این مزخرفا رو واس من نگو. هر کسی میتونه بگه من زنشم. سید مرتضی کی و کجا زن گرفته که من خبر ندارم؟ خانم باور کنین من راست میگم. ببینین اینم قبالمه. نگاه کنین. زود باش، زود باش، جل پلاست جمع کن از اینجا برو بیرون. قبالمه، قبالمه. معلوم نیست کجا خاک به سری کردی؟ حالا میخوای ببندیش بریشه بچه من؟ برو بیرون، برو بیرون، ببینم، برو. به مرگ خودش اگه دروغ بگم؟ به مرگ خودت زنی که یه سلیته. هرچی گند و منده مال من دردمنده. حالا بفرضم که تو رو گرفته باشه، از کجا که بچه مال پسر من باشه؟ شما زنای اینجوری رو خدا باید بشناسه. تا با لنگ کفش نزدم تو سرت از اینجا برو بیرون. دیگه داغم رو تازه نکن. بچه‌م از دستم رفت، زنی که یه پتیاره. یالا برو بیرون، یالا. این چیزا دیگه قدیمی شده. نمیتونی خودتو به ریش بچه من ببندی. سر کچل و عرقچین اونجای کج و کمرچین. اگه بازم این ورا پیداد بشه هزار کلوف وارد میکنم. برو بیرون، برو بیرون، ببینم بگم چه دیگه. برو بیرون. اینت میکنم. امیدوارم آسد مرتضی همونطور که منو گذاشتی و رفتی به حق فاطمه این زهرا جدت جزا بده. از لف لف سگ دریا نجستم که. برو بیرون. مال پسر من باشه. معلوم نیست کی خاک تو سری کردی؟ حالا میخوای ببندیش بریشه بچه من؟ شما زنای اینجوری رو خدا باید بشناسید. Thank you.
خدایا، خداوندا، درد درد مندان دوا، حاجت حاجت مندان روا، از تصدق سر همه منم به مراد دلم برسم. یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. دیگه جونم به لبم رسیده. مگه چی شده فاطی جون؟ چی بگم واسید مصطفی؟ دیگه طاقتم تاق شده، هیچ جوری بابام راضی نمیشه. همه اینا زیر سر غلامه. وقتی میومدم اینجا چند نفر دنبالم بودن. شناختشون؟ آره، از آدمای غلام بودن. آنچه که قضیه منو تو تموم بشه چششونو در میارم. نه، تو نباید پاپه اونا بشی. ببین فاطی، نه تو این قضیه بچه‌ای که باقلاوایی هست به جای شوهر قبول کنی، نه من جوجه امروزی هم که ندونم چی کار کنم. بی خیالش باش، اونی که میشینه پسر میزاد میدونه کیو بذار. بالاخره باز حسابا رو تصفیه کرد. بزن بریم. این یارو هم انگار تا حالا آدم ندیده. بریم آقا، بریم. یعنی رفته زیاره؟ نه بابا، لابه رفته داخل به من. نه، انگار آقا مصطفی بهتر معجز میده. مصطفی گل صورت؟ نه بابا ولش کن، قاطی پا من بریان. حالا چی کار کنم؟ خارید نباشه، تو برو خونه. طرف رفت، رفت. خب، انگار زیادم ناشی نیستی ها. مگه دونو خود صبر داشته باشی، بهت میگم یه من ماست چقدر کاره. واسه دست مرد حرومه، نه ناساته. خونش به هم میاد. چی بانم نداره؟ ببند پسر، جوونی نکن. شما کی هستی؟ یه بند خدا. ببخشینا، اسم تو چیه؟ به هم بگو سید. شالت رو چیکار کنم؟ شالمو اگه تونستی برام بیار. کجا؟ بگرد پیدا میکنی. بیان شلو، بیان شلو باچه. یکی یکی به همه میرسه. یه بیا چلو، بیا چلو بابا جان، پولا رو بیکی، بیا چلو. قربون شما، خورشون بره، خورشون بره، بده من، بده من. برو خورشون بره، بچه چون تو همین جایی بده من هم بوجود، بده من قربونش برم. برو خورشون بره، ازد، بس بچه خورش بریز. بده من، بده من.
خیلی خوب. خورشون بره، خورشون بره. برو با، خورشون بره. بدش من، بدش من. اسات، واسه ملت خورش بریز بخورن و دعا کنن. بده من، بده من. میرسه، نصری هیچ وقت کس نمیاد. بخی نباش بچه، بدش من. بده من، آها. خیلی خوب، بدش من. برو با، خورشون بره، خورشون بره. اینم شما، میبخشی یه خود کمه ها. آخه نصریه، بفرمی، بفرمی. بفرمی، اینم مال شما. خورشون بره تونم، خورشون بره. برین اون بر. این مال شما. کمه بفرمایید، این هم یکی دیگه بفرمایید اون با ماما جان پرشید من. سلام سید. سلام به روی ماه نشانست، بپو کنار جماعت منتظرم. اومدم با حرف بزنم. میخوای حرف بزنی؟ عزت مردم را بنداز. بیا این بار بینا، بیا این بار بینا چی میخوای بکی؟ اونم تو چشم. موضوع چیه؟ میخواستم بگم تو این محل آدم با اعتباری هستی، خودتو ضایع نکن. خب که چی؟ شنفتم جلو امامزاده پاپه یه بچه ها شدی. پس اونا پرقیچی های تو بودن؟ خواهد و این معامله بکش بیرون، بی خودی خودتو قاطی نکن. دهنت میچاد، تو خیال کردی من کیم؟ میرزا قشمشم؟ هر کی هستی باش، باز خودت هستی. یالا، پاشنه ها رو بکشین و بزنی به چاک. سید، ما با هم نون و نمک خوردیم، نزا بزنیم به تیپا. اینجای بابا یه آدم دروغگو، من چه نون و نمکی با تو خوردم مرد؟ شما خیال میکنیم با کی طرفی؟ من لغمه ما تو تاریکی میخورم، اما منت لوتی های گنگ و ترم مرترم نمیکشم. لیچار بگو سید. لیچار میشنفی، یالا بزنیم چاک. از نمیده کلفز کنیم. خواف خون بگیر تو رستا که همی شاده. اصلا عرض دارم که اگه یه وقتی آدم یه چیزی رفته شد از سر تو خبه نه بگه نفت آره رو تو غلاف کن من شکنو به من نگه من برو ناکستانه خوردمت، برو! وقت، نالو چی؟ این چیه دستت گرفتی پسر؟ پسر با این ده بیست داره لطفار کردم. خیلی به خودت رو لوس نکن، برو مینا. یه چشم، اوزا من رد دیگم با خودشون برداشتم برن. با، ناز و شاسته. آره ناز و شاستم. انگار مون تو آتیش زدم. حالا رو ساته ای؟ اومدم شالتو بهت پس بدم. بفرمی، دادم بیمیم شستتش. اچاره ای نبود. خب، قضیه چی بود؟ چیزی نبود. تو بی خود خودتو قاطی کرد. هم از گله داره؟ نه، نداره. خب، موضوع اون دختره چیه، ها؟ از تو هم میدونی؟ ای، کم و بیش. موش به همبونه کاری نداره، همبونه خودش کرد کرد میکنه. هرچی ما کمتر پاپه غلام میشیم، اون بیشتر موی دماغمون میشه.
میدونی چیه؟ اینا از نمد مالی فقط پف نمشو بلدن، دمپرشون نرو. بالاخره بازی اشکنک داره. عشق و بازیگری دوتاست، اگه چشت اونو گرفته برو دنبال چش، اما اگه مرد عشق نیستی برو گردو بازی کن. میخوای آب روی چندین ساله منو بردی؟ آخه مگه من چیکار کردم بابا جون؟ چیکار کردی؟ در سیشته؟ دیگه میخواستی چیکار بکنی؟ همین هم مونده بود که اسمم سر زبونا بیفته. آخه واسه چی مگه چی شده؟ چی شده؟ پدر نامرد، تو فکر آب روی منو نمی کنی؟ با یه نرخر قرار مدار میزدی میری امام زده؟ تو فرمی رود بیاد؟ حالا من جواب آقانامو چی بدم؟ اون واسه تو آقاست، من چه مربوطه که اون از تو طلب کاری؟ من چی کار کنم؟ خفه خون بگید، چش سفید، این غلط ها دیگه به تو نیمده. حیا رو خورده و آبرو رو خورد داده. باشه یه کوفتی یه چیزی بیار، با این زهرماری بریزم رو جگرم. بیا آقا جون، اینقدر خودتو اذیت نده، آخه من که غیر از تو کسی رو ندارم. لابد واسه همینه که هی تن منو میلرزونی. آخه آقا جون به خدا تقصیر من نیست، آخه من نمیتونم با اون زندگی کنم. چرا فکر منو نمی کنی؟ اگه زیر بار ندی فاتحه ای من خونده است، خیال میکنی من خودم راضیم؟ تو اون خودم رو میکشه، بیرونم مردم. اون پس اگه خیلی مرده بیا جواب کنی. یه روزی قلبا رو نزدیک میکنه یا میشینه مثل دیوار بین ما. هر یه روز زندگی حکایت حکایت التهاب و استراب و وحشت. تشنه برگشتن و عمری زهر تنهایی کشیدن. هر یه روز زندگی حکایت حکایت التهاب و استراب و وحشت. یا میشینه مثل دیوار بین ما. هر یه روز زندگی حکایت حکایت التهاب و استراب و وحشت. بود. موقعی که
که خواست بکشه بیرون دستش گیشتر هم آورتا شکرم آشان خوبه نوکرم نوکرم نایی افتی هی میگم این گلو نداری سر را بازم میدارم خیلی خوب تو ببر بذار سر جاش بالا آقا مصطفی از شما چه پنهون این داشت عزت ما یه خود بفهمی نه فهمی خوله الله اکبر دفتری بزرگیه همش مال خودته ما توی یه رنگی چیزی از خودمون نداریم ای والا ما که سرسپردتی پیرشی زیر سایه شما زیر سایه مولا ما سایه کی باشی من که دیگه کفتر جردت شدم سیه خب دیگه دله که دل میکشه زنبه که نیست گل بکشه ات اصداد اصداد چیه بابا چیه اصداد خوله چیه باز نام و فامیل من صدا کردی باشای پسر مگه زهو سر خشت نشوندی خب کار دارم اون سر بیکار که نیستم بابا به شما بگو دو چای بیارن دفتر رو چشمم انگار گله شهر چه بفاره کرده ای داد میزنم بفرمو نمیشه والا نمیشه بلا نمیشه انقدر آتیش زبون نباش مرد شدی عین شتر مرغ نه بار میبری نه میپری چی کار کنم آقا لام من که نباید با تو زندگی کنم اون باید راضی باشه خب نمیخواد دیگه نمیخواد مگه دست اونه نکنه پای سیدم در میونه سید کیه خودتو به کوچه علی کپ نزن شطور سواری که دولا دولا نمیشه از قول من بهش بگو من از میدون در نمیرم تالان اگه کوتا اومدم باز خاطر جدش بوده من که نمیدونم تو اکی حرف میزنی خوبم میدونی حواست جفت و جور باشه من دیگه صبر نمی کنم تا فردا وقت داری تمومش کنی وگه نه من همه پولمو میخوام اما آخه من کجا بیارم چیک چیک مستونت بود فکر زمستونت نبود نمیدونم پاک گیت شدم هیچی، گاوبمون زیده، غلام پولشو میخواد میدونستم بالاخره کار به اینجا ها میکشه نمیدونم چرا هرچی سنگ مال پای لنگه مرگ مادر خدا بیامرزه کلی خرج دستم بزرگ بعدشم مریضی پشت مریضی بعدشم این زهرماری که هر روز باید تو جگرم بریزم دیگه عرصه به هم تنگ شده راست راستی که خرم به گل نشسته خدا بزرگ آقا جون شاید سرنوشت ما هم اینجوری باشه ببینم میگفت یه سیدی هم پاش وسطه اون کیه؟ منم درست نمیشناسمش اما اینطور که مصطفی میگفت یکی دو دفعه آدمای غلامو گوشمالی داده تو میدونی جای سید کجاست؟ نگاه نگاش کن چرا اینقدر میخوندی پسار؟ خیاف نگاری اصلا برداره شامو گره خدا چی؟ هرچی باشه اصلا خوش کرده آره اگه بشه بینم گفه این کار فقط یه چرز کام داره حوادش توش پره آره توش پره؟ شرط میبادم نتونه تو آمد بیاره شرط چی؟ هرچی تو بکی پنج تلیوان آبادیش که زیاد ضرر نکنی باز بگو بیاره که نگرانم با بفرمایید از همون بذارم رو سمی بفرمایید بذارین رو میز بفرمایید سکن جا به جاشم آها خب حالا هرچی زور داری بسید ولی مواظب باشی
خدا منو قربونت کنه انشالله، قربون چشمونت کنه انشالله. کجا میری فلونی؟ ما سید کار داریم. آه اول پا تو بزن تو دوا، این جورکی و این جورکی. اینجوری اینجوری. خب حالا با کی کار داری؟ با آقا سید کار دارم. چی کار داری؟ کارش دارم، میخوام ببینم. بینیشو بریدن، باز به من بگی چی کارش داری. آقا جان آخه نمیشه، من با خودش کار دارم آقا. ها؟ از که تالا ما آقا شدیم و خودمون خبر نداریم؟ آقا هستن یا نه؟ بله هستن، اما باید به من بگی چی کارش داری. آخه من همه کارشم، باید بدونم چی کارش داری. یه کار خصوصی دارم آقا، باید خودشو ببینم. پس کارت خصوصیه؟ بله. خب زودتر بگو، آخه کارت خصوصیش به من مربوط نیست. برو اونجا، بی پیش دست چپ، برو تو دفتر زیارتشو. خیلی آقایی. میدونم بابا، میدونم. نه بابا، همچی پره پره هم نیست. سلام علیکم. من با آقا سید کار دارم. چی کار داری پدر؟ کلم اینطوری شده؟ نه، یه کار خصوصی دارم. انگار شما هم بگر میشوزی. آره، بابای فاتحیه. بفرمایید، بفرمایید، بشینین، بفرمایید، قدمتون رو چش. خواهش میکنم، بفرمایید، راحت باشی، بفرمایید، بفرمایید. قربون محبت شما. خواهش. البته ببخشین که من مزاحم شدم. اختیار داریم پدر، چه مزاحمتی؟ بله. میبینین من آقا بله بله. آقا مصطفی یه رقه بیرون باش ببینم آقا چی میخواد بگه. حالا دیگه ما نامحرم شدیم. بابا این حرفا چیه؟ 5 دقیقه بیرون باش، برو. خیلی خوب پدر، بفرمایید بشینید، بفرمایید راحت باشی. خواهش میکنم. محبت. یا الله. خب بنده در خدمت. بینم، انگار تو هم نباید به کارهای خصوصی کار داشته باشی، ها؟ یعنی چی؟ آخه این یارو میگفت با سید کار خصوصی داره. میگم که این یارو پیرمرده به من میگفت آقا. میگم تو نمیدونی چی کار داره، ها؟ بله خب بابا. بله، به خاطر همین گرفتاری ها بود که تو این مدت در حدود 8000 تومان بهش بدهکار شدم. حالا اومده با پولشو میخواد. پس اون آب و گلالود کرده که شاید بتونه ماهی بگیره. بله همینطور. قام به دلت را نده، بالاخره اونی که اون بالا نشسته بر حقه. پول مثل چرک دست میمونه، اما آبرو چیزیه که اگه از دست رفت دیگه رفته. خب دخترتونو میخواد؟ نه، هر وقت اسمشو میارم انگار غم عالمو جمع میکنن میذارن تو سینه این بچه. با خب اگه اینطوره دیگه برو خیالت راحت باشه، هر چوری که میخوای شوارش بده. اما غلام نمیذاره. مگه اون غیر از پولش چیز دیگه ای هم میخواد؟ باها بفرما، مثل سج بنداز جلوش. نه نه نمیخوام، یعنی من نمیتونم این پولو دوباره به شما پس بدم. والا کسی نمیخواد از شما پس بگیره. یعنی هیچ توقعی هم نداری؟ هیچ توقعی هم ندارم. حتی با ساق مصطفی؟ اون حسابش زباست، اگه راضی باشی بعدا خدمت میرسی. اگه پای شما وسط باشه
من رو چشمم میذارم. چشمت بی بلا باشه پدر. حالا هرچی زودتر برو به کارت برس. خورو با عمر با عزت بهت بده. نوکرت هم پدر. خدا تو مردم سربلند میگرد. شما دیگه زحمت نکشید. نه چه زحمتی بفرما پدر. خوش اومدی. تا باشه از این کارا باشه پدر. قربون شما برم. به سلامت. مشرف فرمودی. زد زیاد. مولا یارت. حالت خوب آقا مصطفی؟ به مرحمت شما، دست شما رو میبوسم. زنده باشی پسرم، خب خداحافظ. به امون خدا، خیر پیش، به سلامت. قضیه چی بود؟ باه، پسا تو چقدر کم طاقتی؟ فاتی طوری شده؟ نه بابا، اومده بود بگه که که جون منو به لبم رسوندی، راحتم کن دیگه. الان راحتت میکنم بابا. هی باقا دل واپس این بود که چرا تو زودتر نمیری خواستگاری دخترش. یعنی او رضایت داره؟ خب معلومه تو میری جون تو بگید نوکرت هم خدا خدومت دارم. بلاخره آقا صفا موضوع چی بود؟ چه من میرم بیبی بود خبر کنم. اینجا همچی میکنم من که با این شوخ روزی ندارم که بسر جون. قضیه عشقه. هاکی به تن تو افتاده بود الان اینه هو بیده مجنون شروع میکردی به لرزی. اوه نمو که لرزی دم چادر چاکچور کنه را بیار. کجا؟ خواستگاری اینجانه. خواستگاری؟ آره هی باقا چونم رضایت داده. آخدا نوکرت هم. این کارا چیه میکنی مادر؟ مگه دیوونه شدی با تو هم؟ وای آخه یه استخاره ای چیزی؟ آه کار خیر که دیگه افتخاره لازم نداره نوکرت هم. مرگ من ننه دیگه موش توش ندار. ایوا من از خدام مادر جون. اما به این طرف نزدی که نمیشه، یه خورده صبر کن. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. چشم هرچی شما بگیم تا هر وقت که این صبر کن. اطاعت بفرد. این هم یه خورده صبر کافیه. تو حالا مطمئنی که جواب رد نمیدن؟ آره بابا سنگه ترتیبش داده. سید؟ آخه هی باقا اومده بود گاب داری اما روش نشد به من بگه. سید انداخت وسط و گفت زودتر قال قضیه رو بکنی. الحمدلله مادر جون، تو هم به مراد دلت رسیدی. آره آره آخه ایشالله پای هم پیر و شاد چی. قربونت دارم بیبی چون. به خدا من هرچی دارم هم از تو دارم، اونم که بیاد کنیز خودته. خدا نکنه مادر جون. شما هر دوتون نور چشم منی، هر دوتون قوت قلبمی. ای کاش بابای بیاتفتم بود و این موقع رو میدید. دیگه قرار نشد اسم اونو بیاری. تو خودت هم واسه من بابا بودی هم ننه. آن حق که سیدم در حق ما پدری کرد. سلام علیکم. سلام علیکم چاچرا. قربان تو، قربان تو. به کارتون برسم. چاچرا، قربان شما. مخلصم، مخلصم. سلام علیکم استاد. سلام، سلام، صبح بخیر. قربان شما. استاد چند نفر تو دفتر نشستن با شما کار دارن؟ آه؟ چی کار دارن؟ والا نمیدونم، میگن کار خصوصی داره. نمیشناسیشون؟ چرا میشناسمشون، غلام و دو سه نفر دیگه. با پس چرا باشون دادی تو؟ خب گفت کار خصوصی داریم، پاشونم تو دوا زدن اومدن ها. اینا اگه شیرجان برن تو دوا پاش نمیشن. بازم خیلی کردم که چون از دکوتهان در بیا. چی گفته یه مشق عوضی سر خود بیان تو؟ کوتاوی از سید، اومدم با حرف بزنم. حرف بی حرف، ما حرفامونو زدیم یالا. بزنی به چاک، به چاک، بیرون، بیرون. من نمیذارم دختر مفت از چنگم در بره. برو اون بار اینکت آخ آخ نکن. عروای بابات عشق تو با پست سفارشی از ملکوت واسد میفرستم. به کنار سید، دوست دارم
تو لوتی گیری از خط این کار بری بیرون. اگه تو سر تا سر این آب و خاک که اسمش ایرونه ها یه لوتی پیدا بشه اونم توی جون احمد ببن پکه تو خواهش ها یه بیره بودم اون تو چه خبره؟ من نمیدونم، یه موضوع خصوصیه. آی بگیر، چیه؟ آی افتادیم میگدی که خیلی خب میتونی را بری؟ بفرمایید بریم کلاس. زرکا تو من برسون بیمارستان سینا زرکا دارم میمیرم. صاحب کن ببینم زرکا اینو کجا داری میبریش؟ شما دخالت نکن آقا سید. بفرمایید بریم. زرکار بریم. تو که این کارو نکردی واسه چی میگی من زدمش؟ زرکار بریم من الان میمیرم بابا جون. اول منو برسون بیمارستان سینا زرکار. خود بیچه هات خودش انداخت تو هچار. آخه واسه ای چی؟ والا نمیدونم. غلط نکنم نقشه ای تو کاره. بچون قباله ها رد تو صندوق قرار باز دست به کار بشیم. بچون رو چشم اوستا. چاکرتیم آقلم آقایی حالا یه ماهی واسه آخونک بخوره تا که کرکری نخونه. من نفهمیدم چطور یهو بالای سید در اومد. نمیدونم یهو گفت من زدم سرکار. سرکارم گفت پس حالا که تو زدی بفرما بریم. خلاصه اون رفت تو هلفتونی ما هم اینجا خدمت شمایی. آدم ها تو زندگی چه برنگی ها دارن واسه این دو روزه ها چه برو بیا دارن. آخه بابا چقدر کلمه چقدر بره و چقدر ریا نمی کنن حیات دیگه به بنده این هر خدا. آخه بابا چقدر کلمه چقدر بره چقدر ریا نمی کنن حیات دیگه به بنده این هر خدا. ایوش مرشدت کجا رفت؟ انگار قدم ما شعور بود. اختیار داری؟ شعور قدم دشمنته؟ سید، سید من شکمم بخیه دارم. دست من بزنی بخیش میتره که آنجا نگاه. چرا نگاه؟ چی تو رو با شاه بزن؟ به امام غریب غلط کرد. چی تو رو با شاه بزن؟ بزن چی بود؟ چی بود؟ مصطفى یعنی آقا مصطفى. دوری خودم خودم با چاقی زدم. من خودم خودم زدم. نانوزی چرا؟ چرا این کارو کردی؟ اون گفت چی؟ غلام گفت میخواست کلک دست شما بده. اخمنا بسم الله باید شهادت بدی میکنی؟ باشه شهادت میدم. پس به چوم را بیافت.
آمیو ما میدونم که تو اونو نزدی اما باز چی گفتی من زدم؟ باز خطر شما آخه نمیتونستم ببینم شما این تو باشی تو که میدونستی من آل تیغ نیستم آره اما تا میومدی ثابت کنی کلی طول میکشی تو با این کارت منو شرمنده کردی اما زیاد ناراحت نباش حسن شهادت داده که نفهمیده کی اونو زده خودم قواله میذارم و میارمت بیرون خوبه؟ غصهشو نخور نه چه غصه ای؟ غصه ای نه وقتی شما باشی من هیچ با کیم نیست قربون تو خب دیگه من میرم ببینم چیز میزی لازم نداری؟ قربون شما نه سلامت باشی باری گوش کن وقتی اومدی بیرون یادت باشه 5 تا آب هویج به من بده کاریا باشه قربانم مصطفی بیبی من اینجا مصطفی الهی خوربونی شکل ماهت برم مادر تو چرا باید پشت میله ها باشی سلام بیبی سلام پسر جون ببینم چرا اومدی اینجا چرا نیام خدا لعنتشون کنه که این پاپوشا رو واسه تو درست میکنن آخه مادر جون چرا پاپی اینجور رفقا میشه مادر؟ خوبه؟ تو ناسلامتی دومادید در پیشه نباید اینجور جاها بیای بس دیگه بیبی خب کاریه که شده چی کار میشه کرد؟ سید قول داده که امروز فردا بیارتم بیرون این مردشورشو ببرن ایشالا رو تخت مردشور خونه ببیننش چی داری میگی؟ با کی هستی؟ با همون چه میدونم؟ جد کمرزده سید بیبی، اگه یه دفعه دیگه با اون بی‌حرمتی کنی هر چی دیدی از چشم خودت دیدی ده آخه همین کارا رو کردی که افتادی زندون ده همین آدم های ناباب تو رو آوردن کشوندن به اینجاها تو که نمیدونی چرا بی خودی فتوا میدی؟ این موضوع به سید ربطی نداره حالا یا داره یا نداره مادر جون آدم باید پاشو اندازه گلیمش دراز کنه شلوار آدم یه لاغبا رو 1000 جور وصله میشه بهش زد اون وقت آدم جواب مردم رو چی بده؟ آدم رو سکه یه پول میکنن هم مردم غلط میکنن تو هم بی خود اینجوری تو مردم وای نسا رو تو بپوشون برو خونه دیگه هم اینجا نیا بهت قول میدم که زود بیام بیام اگرم چیزی لازم داشتی برو گافداری از سید بگیر هیچ وقت همینم مونده که برم پیش آقا سید و کیسه یه گدایی پهن کنم خداحافظ تمیز کن که حیوان ها مریض نشن گزیفه خدا شانس بده از اول عمرم تا حالا یه نفر رو نداشتم که غم ها بخورم بارت که تموم شد آب بنداز تو باغچه خوش شده اونم تو چشم بیا اوسه جون، بکش، حالت چی ها میاد؟ دست درد نکنه سر شما درد نکنه، اوسه جون چه صدای خوبی داره، اوسه اوسه چیه؟
میگم موسا یه فکری واسه خودت بکن بابا. چه فکری؟ خب دیگه آخه شما همه چی داری، خونه، گاو داری، پول، خب یه نفرم باز شما رو زبط و رفت داد کنه دیگه. چیه پسر جون؟ خسته شدی؟ نه اوسا، خسته نشدم، اما میدونی من خیلی وقت پلو شما میدونم چه موقعهای سرحالی، چه موقعهای دمقی. امروز انگاری خیلی دمقی، درسته نه اوسا جون؟ ها؟ نه بابا، چیزی نیست، فقط یه خود واسه مصطفی ناراحتم. وقتی اون نیست احساس دلتنگی میکنم. مصطفی خیلی با محبته. خب عوض شما هم خیلی بهش میرسیم. همچین که از زندون بیاد بیرون یک عروسی واسهش میگیرم که اسمی باشه، جوری که همه جوانای محل حسرتشو بخورم. اینشالله در میزنه. بلند شو ببین کیه. ببینم کیه. هله، با کی کار دارین؟ آقا سید هستن. چی کارشون دارین؟ کارشون دارم. خب به من بگین خانم. آخه نمیشه، یه کار خصوصی باشون دارم. چقدر دوستا کار خصوصی دارن. خیلی خب بیاتون، بفرمایین. اوزا نه اوزمه، ببین چی کارت داره اوزا جون، این خانومه. سلام آقا سید. سلام دختر جون، کاری داشتی؟ آقا جونم سلام رسوندن، گفتن خیلی منتظر شدید، پس چی شد؟ خیلی معذرت میخوام، اما چرا محبسر برو شربت بیار تو چشم. خیلی ممنون، زحمت نکشید. والا از قول ما به پدرتون سلام برسونین و بگین یک گرفتاری کوچیکی پیش اومده که امروز فردا دیگه رفت میشه، ایشالا خدمتتون میرسیم. آقا سیه راسته که مصطفی افتاده زندون؟ بله درست، اما خیلی زود میاد بیرون، اون کاری نکرده که مستحق زندون باشه. پس بگو واسه همینی که غلام دوباره دوم در فرده. قامت نباشه دختر جون، خاطر جمع همه یه کارا درست میشه. آقا جونم گفتن اگه زود دست به کار نشیم ممکنه غلام باعث درد سر بشه. نه دختر جون، اون نمیتونه باعث درد سر بشه. از قول من به کلبیب سلام برسون و بگو که ما رو قولمون هستیم، همین امروز بعد از ظهر با والدا صفا خدمت میرسی. مطمئن نه؟ آره دختر جون مطمئن نه، مطمئن نه. چی شربتی هم؟ بفرمان گلتون رو تازه کنم. نه نمیخورم، باید زودتر برم. یه لیوان شربت که وقتی نمیگیره. بله. نه دیگه دیره. خب خدافظ آقا سیه. به امون خدا، خوش اومدی. یه ساعت رفتیم شربت رو بردیم، اوستا شربت میخوری شیری؟ نه خودت بخور. آقای زد بفرمایید. نه قربون شما صرف شده، چرا تعارف میکنی بابا؟ تعارف نمیکنم، آخه میدونم شیری نیست، چون با همین دست درد شده. برای که سلام. مریم من باید حرف بزنم، کاری دارم مریم.
مرجان، مرجان برو از خونه من، برو بیرون. بفهمم آخه تو چرا اینجوری شدی زن؟ از اینجا برو، اصلا نمیخوام ببینمت. آخه چرا؟ چرا؟ تو روت میشه دیگه تو چشای من نگاه کنی؟ اینجا حرف نمیزنی، این همه سال دنبالت گشتم، حالا تو یه چیزی هم از من طلب کنی؟ آره، طلب کارم، جوونیمو ازت طلب کارم، همه در به دریایی که کشیدم ازت طلب کارم. ای بپاکی شانس که ما را انداختی تو بنبست. آخه چرا گذاشتی رفتی؟ گمونم یادت رفته، یه زن جوون، بی خرجی چی کار میتونستم بکنم؟ من مریض خونه بودم، با ماشین رفتم تو دره، نزدیک بود بمیرم. به مرگ خودت راست میگم مریم. چشمم به در خوش شد، دریغ از یه خط نومه. پرسون پرسون رفتم خونه مادرت، اما اونم رام ندون. ای بهش التماس کردم، قبالم رو نشونش دادم، ولی به این بهتون زد. اون تحصیلی نداشت، من بهش نگفته بودم، من خیال داشتم بعد از سفر روشنش کنم. حالا دیگه همه چی تموم شده. آرزو میکردم یه دفعه دیگه هم که شده دوباره تو رو ببینم، تو رو توف بندازم، اما این کارو نمی کنم. مریم برو از اینجا، برو برو تا بازم تو حسرت دیدنت بمونم. مریم این حرفو نزن، من 20 سال با امید زندگی کردم و واسه اینکه شاید تو بچه‌مو پیدا کنم. اینا از من نگیر مریم. نمیتونم، نمیتونم، پای مصطفی وسطه، اگه تو رو بشناسه نمیدونم چی پیش بیاد. مصطفی؟ یعنی پس اون پسر منه؟ اونش با من زن، اونش با من. نه، اون از باباش دل خوشی نداره، کوچیکه بود چیزی نمیفهمید، اما وقتی بزرگتر شد فهمید که تو چه ظلمی به ما کردی. زمونه همه چی رو عوض میکنه، بالاخره اونم میفهمه که باباش تقصیری نداشته. بیداری فکر دیوانم میکرد من دیگه. چطور شد که اومدی اینجا؟ اتفاق دیگه میفته، میخواستم با واردا مصطفی برم خواستگاری. خواستگاری؟ آره، آخه قرار مصطفی وقتی میاد بیرون لباس دومادشو بپوشه. پس اون سیدی که مصطفی میگفت تو بودی؟ لابود. خدای من، چقدر نفرینت کردم، چقدر فوشت دادم. ربی نداره. خدای من چی میشنفم؟ یعنی تو میخوای واسه مصطفی عروسی بگیری؟ آره، شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست، به شرط اون که پسر را پدر کند. سر جدت راست میگی؟ حامدون دوره، چرتش نزدیکه، را بیا بری بیا. یه دقیقه صبر کن. چی شده؟ باید به من قول بدی. چه قولی؟ باید به جدت قسم بخوری؟ به جادم قسم، هرچی که باشه قبول میکنم. حالا بگو موضوع چیه؟ قول بده که تا بعد از عروسی از این بابت به مصطفی حرفی نزنی. چرا؟ اون وقت ممکنه عروسی سر نگیره، ممکنه مصطفی بذاره بره. خیلی خب باشه، بهت قول میدم.
خیلی خوب. حالا هر جا که بخوای باهات میام. این که چیزی نبود قربونت برم، تو اگه چون من میخواستی بهت میدادم، راست راستی میدادم. به صورت دبرت پسر، من تا حالا چقدر جور تو رو کشیدم؟ بینی سر دعوای شیر کشکونه کی بود جون تو خرید؟ شما بودین. کی بود مش مش پون پوشی به دیدار کرد؟ شما آقلم. کی کفاش خونه رو با سبت رو برا کرد؟ شما آقلم. نماند، پس چرا رفتی رسایت دادی؟ آخه چی کار میتونستم بکنم؟ خاک بر سرت کنم، چم چاره مرک کن. بی عرض منو بگو که خیال میکنم توی بی عرض جیگردار شدی. آقلم، از این به بعد هر کاری بخوای واسه تون میکنم. لازم نکرده، دیگه تو رو میخوام زنگوله پا تابوت هم کنم. آقلم، آقلم، سلام علیکم. سلام علیکم. چکرم، نه چار نگو به من دهنه تو. به جون شما خودم دیدم، به جون شما. بگو تو بمیری؟ میگم جون شما. یعنی با والده آقا مصطفی؟ آره آقانو، خودم دیدم با چشای خودم. آره. نوز تو بدم. خدایا شکرت، بالاخره به آرزون رسیدم. حالا دیگه بچه‌ام تو خونه باباش دوماد میشه. وقتی عروسی مصطفی تموم شد همه گی میریم پابوس حضرت. یادته تو خراسون موقعی که میخواستی منو بگیری؟ یادته؟ آره آره. من همیشه وقتی تو میخواستی بری سفر گرگه میکردم و سرمو میذاشتم رو شونه ها. اون وقت تو هم رطوبت اشکامو پاک میکردی و میگفتی الهی مرتضا کور بشه و عشقای تو رو نبینه. حالاشم حاضرم جونمو بدم اما خاری به پای تو نبینه. اوزا چیه؟ مگه ساق تو با بوق همون برداشتن پسر؟ ایچی میخواستم ببینی اینگری خوبه. اوزا چیه؟ میگم مطربم خبر میکنی؟ خب معلومه عروسی با ساز زرد داشته باشه دیگه. نه آره، ساز زرد خیلی خوبه. من خیلی دوست دارم اوسا. میدونی اوسا، میخوام تو عروسی خودم هم ساز و زرد بذارم اوسا جونه. بچه هم کارتو بکن. کی گفته که تو عروسی هم بکری؟ من کمه، خوشگل نیستم که هستم، جوون نیستم که هستم، پول پیدا کن نیستم که هستم. برو پسر، حالا وقتی این حرفا نیست، برو کارو تو بکن. خب بابا برو. اصلا باست بگم هم والله آقا مصطفی رفتی واسم بالا کنه. بذار خدا آقا مصطفی بیاد، اینشالله میگردیم یکی واسه پیدا میکنیم. قربونه شما. خیلی خب، حالا به کارت برس، یه وقت میوفتی عروس. اگر چشم شوری داره. پیکر من میخوندی. همه شو خودم درست کردم، ریسته یا پنجه یا همه شو. خوشگله. ننت هم همینو میگفت. گفتم چی گفتی؟ خب آسد مصطفی خوش اومدی. با اجازت ما قبلا همه چیز رو روبرا کردیم. موضوع چیه؟ موضوع قضیه عروسی تو فاتیه دیگه. ما که هنوز زموم شد.
یعنی؟ یعنی که یعنی مادر شما با اوسا رفتن کارو تموم کردن و رفتن. آره یعنی میخواییم بگیم که اینا مال عروسی منه. آره پسر جون، پس میخواستیم واسه چی باشه؟ من که باورم نمیشه. آخه یه آدم چقدر میتونه خوب باشه؟ این حرفا چیه؟ من که کاری نکردم، وظیفمه. با وجود آدمای خوبی مثل شما نمیدونم چرا باز یه بابای نالوتی نصیب من بشه. حالی تکره چی میشد اگه بابای منم اینجا بود و این بزره؟ این حرفو نزن، فرض کن که منم باباتم. نه، بابام یه نامرده، بابا نیست. اگه ببینمش یه تخت و صورتش میندازم. از من بدت اومد؟ نه، من هیچ وقت از تو بدم نمیاد. تو سوی چشم منی. بذار دستت موش کنم سهی. نه پسر، این کارا چیه؟ من که بچه ای. به خدا اگه یه نوکر داشته باشی اونم منم. آقایی من تو رو خیلی دوست دارم پسر. آقا مصطفی منم تو رو خیلی دوست دارم. گوگوری مگوری خوب دیگه، بهتره بری یه سری به مادرت بزنی، چشم براته. آره با اجازه میرم، بعد میام خدمتتون. نه بهتره یه خود پیشش باشی، آقا هرچی باشه مادره دلتنگی میکنه. بچشم هرچی شما بگی، با اجازه. خیر پیش، به سلامت. آقا مصطفی میخوام تو عروسی تنگ تمام بذارم. چنون تنگی بذارم که هفت عمله نتونه بلنده. بشین بابا. کجا؟ از که تر رای خونه سید مرتضی رو یاد گرفتی؟ برو گم شو. این چند روز که مصطفی نبود انگار وقت و غنیمت شمردی. خفه میشی یا نه؟ بالاخره یه روز ماسخاره تو میگیرم. از که شما فکر میکنی مصطفی؟ من دارم میخواد فکر کنم. سلام آسید مرتضی. سلام علیک. سلام علیکم. سلام. چرا اومد اینجا؟ دیدم مصطفی نیومد، دلم شور افتاد. ای بابا، اون الان دیگه باز رسته باشه خونه. یه خود طاقت می آوردی. لابد به رفقاش برخورده. خب دیگه دل تنگی کرد. با من کار نداری، من برم. میخوای بری گفتاری؟ آره دیگه. برو تو نه، با من خدا. خدا حافظ جونم. امان از دست این مردم. چی شده؟ نمیدونم. تا چوش میکنی همه اهل محل با خبر میشن. واسه چی؟ چی رو با خبر میشن؟ خب دیگه میبینن من اینجا میام و میرم، پیش خودشون یه حسابایی میکنن. مردم تو ددر تو دورشون میخندن. در دهن مردمو که نمیشه بست. سختیش یه روز دیگه است، بعد همه چی درست میشه. میخوام ببینم مصطفی وقتی قضیه رو بفهمه چی کار میکنه. بینی چو کجایی؟ بیبی بیبی کی اومده؟ بیبی؟ کجایی بیبی؟ بی خود دنبالش نگر، کسی خونه نیست. انگاری یه چیزی میشه. ببین غلام، تو یه دفعه تونستی با اون پرقیچیات یه غلطی بکنی، اما اگه این دفعه خیالی داشته باشی نفستو میگیرم. جوش نزن آقا مصطفی. خیلی خوب اگه دلت میخواد که ما لال شیم باشه، فعلا الله حب سنگ تروب حب حب حب، اما اگه ما دهنمون رو ببندیم گوشمون همه چیزو میشنفه، چشمون هم همه چیزو میبینه. چی میخوای بگی؟ هیچی، فقط میخواستم بگم تو توی این محل همیشه با آبرو زندگی کردی، نظر حرمتت از بین بره. مقصود؟ مقصودم اینه که مواظب گربه های همسایه باش، تو مادر جوونه. اسم مادر منو نگار، زنازاده ناکس. خیلی خوب اسمشو نمیارم، یخمو ول کن. زورت به خر نمیرسه پالونو میچسبی؟ پوست بکن حرفتو. برو از ننت بپرس توی این مدت که نبودی چجوری فاسف جفت و تاق میگرفت. خیال میکنی الان کجاست؟ ها؟ برو خونه مرتضی ببین کی داره نفسشو میخواد. سب کن که تو کجات میسوزه.
مگه این حرفا باز خاطره که چیز دیگه است؟ وایده خودت میدونی که آفتابان جرات نداره تو خونه ما سرکشی کنه. شطور سواری که دولا دولا نمیشه. خودتو درست کن مرد. تو با این کارات آبروی همه بچه های محل رو ریختی تو بادیه استفراغ رفت کارش. کدوم بچه های محل؟ اونایی که یه شیکم از صغیر میزنن و ده عجیب اذیتیم؟ یا اونایی که لای هفت جرز خونشون تا یکی رو پارو کردن؟ پشت نره آق مصطفی. اینا که گفتم حرف من نیست. همه اهل محل میگن. همین حبیب آقا دیده که چجوری بیبید واسه سید مرتضی او رو اطفار میمده. تو اونا رو دیدی؟ دیدی؟ آره دیدم. نه ندیدی. چرا؟ دیدم. با این چشای کور شده خودم دیدم. الانم تو خونه اونه. با طرف به اشکوف آبکش به کفگیر میگه هفت سلاخ داری. اما یارو به اشکوف نه پسر شد. واسه گذروندن کارت باید هفت اسم اعظم و اکبر باشه. اسم اعظم دیگه چیه؟ پول، پلو، پارتی، پررویی، پرگویی، پردلی، پرده‌دری. با این هفت اسم از هفت خان رستم هم شرد شد. چه بامزی. بله. اما راست گفتی با؟ تو این دور زمانه آدم باید یا مشت داشته باشه یا پشت. آفری. خب دیگه من میرم. صبر کن، صبر کن، منم باهات میام. میخوام یه سری به گاوداری بزنم. شرم تو برم. بعد از عروسی که خیالمون راحت بشه. ایشالله. چی میبینم؟ مقد صحبت و شکر خونه مرتضا ببین کی داره نفسشو میخوره.
کجا بودی مادر جون؟ دستات چرا خونیه؟ بازم دعوا کردی؟ مادر جون خیلی منتظرت شدم. کجا منتظرم شدی؟ خب معلومه تو خونه. اما من اومدم خونه نبودی. خب دلم شور افتاد اومدم دنبالت. کجا؟ خب خونه یاسد مرتضی. از مردم یه حرفایی شنفتم. از کی؟ از مردم. راجب کی؟ راجب والده ی آق مصطفی. که چی؟ این چند روزی که من نبودم تو چی کار میکردی؟ چی کار میکردم؟ خون میخوردم و گریه میکردم. مصطفی جون چرا مادرتو اذیت میکنی؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ آخه مگه چی شده؟ با کی دعوا کردی؟ چرا خلقت تنگ؟ برم کن! مصطفی؟ کجا داری میری؟ مصطفی؟ یادت باشه کسی از قلم نیفته، همه گه اهل محل باید واسه عروسی دعوت بشن. فهمیدی؟ باشه اوستا جون. ببین این مشهی دارم بگم بیاد گناه داره. پارتی بازی نکن ولی بگو بیاد. ببین اوستا میگم که این علی آبوزی گناه داره، اونم بگم بیاد. نفهمیدم تو دیگه آدم حسابی سراغ نداری؟ آدم حسابیه به جون اوستا، آدم حسابیه با ثباته تا شیش بلده بشموره. ببینم بگم بیاده. پس آدم حسابی ها؟ آره بابا تا شیش گفتم میتونه بشموره. خیلی خوب میگم خجالت نکشی ها. تمام فک فامیل تو خبر کن بیا. باشه من میرم یه سری با آقا مصطفی بزنم و برگرم. هه راستی آقا مصطفی هم خبر کنیم یا نه؟ الله اکبر میگم که بزن. آخه اون که خودش داماد کر باز بی بطه. هست دیگه آقا مصطفی داماده از اصلا خیدش بسنده. آسد مرتضی چی شده؟ اینجا آمده چی کار؟ آسد مرتضی دستم به دومنت، مصطفی دیوونه شده. چطور مکه؟ والا اومد خونه دیدم تمام دست و بالش خونیه، گمونم باز دعوا شده باشه، یه خود با من بد اخلاقی کرد و باز دوباره با غضب از خونه رفت بیرون. یعنی کجا رفته؟ نمیدونم آسف مرتضی، یه کاری بکن نکنه دوباره کار دست خودش بده. نه طوری نیست تو برو خونه، خوب نیست اینجا باشی، من خودم میرم پیداش میکنم. دلم شور میزنه. نه شور نزنه، برو تو کاریت نباشه، برو اینجا وای نستا، برو ببینم. یعنی چه؟ عشق بلبلو بزن روشن شو، نشعه عرق پرده یه حیا رو کنار میزنه، آدم میتونه صفره دلشو بیش رفقش واقع کنه. قربون دست روشن رو روش جونه ما رفیقتیم، هیچ وقت بعدی تو رو نمیخوام، باور کن. آقانوم همیشه هوای رفیقاش داشته. من نمیتونم باور کنم. آخه چرا باید اینطوری بشه؟ هیچ کسی واسه تقصیر نداره الا صد مرتضی. با آدم اینقدر نالوتی میشه؟ تو روی آدم قربون صدقه یه آدم میرم، اما پشت سر آدم تو نمیری اینه هم گربه کوره دست دل دزدی دراز میکنم. Thank you.
تمومش کن. مطرب خفشه، دیگه صدای سازش در نیاد. بلند شی یالا. وقتی پای ناموس وسط تیغ حلاله. مگه نمیبینیم مجلس تعطیل شده؟ باشین دیگه. سلام علیکم. را تو بکش برو، بوی سفیدا بهت کافم کار. کش برو. نه کرشمونی. همه جا رو دنبالت گشتم، چند دفعه بهت بگم این اراسل هم پاله کیه تو نیستن. موضوع چیه؟ بیبیت خیلی دلواپست بود. زمون عوض شده پسر، دیگه قد داره حکمی نمی کنه. میخوام باهات حرف بزنم. گوشم با توه، حرفتو بزن. اینجا نه. از کجا؟ بیرون. لچک بسر، تو تنها کسی هستی که تونستی این حرف رو به من بزنی. اما دیگه نکن. دورت گام کن از این محل، برو. من نمیخوام دست رو تو بلند کنم بسر. نمیخوای؟ نمیتونی؟ جرعتشو نداری، خافیتشو نداری. آخه بعد مصب لب تر کن ببینم موضوع چیه. خودت بهتر میدونی. چی رو بهتر میدونم؟ من یه اون با آبلو توی این محل زندگی کردم. خیال ندارم یه ناقلندر یه هوار را برسه و من را اینه و پیشاب بریزه تو آبریزگاه. اون وقت مرگ برام شربته. تو اشتباه میکنی بسار جون. نه اشتباه نمی کنم. تو هنوز خامی. حالا دیگه پختگی پخته شدم، واسه همینه که چشم دیدن تو رو ندارم. باشه هر جور که میلته. میلمه که دیگه چشم به چشت نیفته. اما من خیار دارم عروسی تو را بندازم بعد مرخص بشم. خوابشو ببینی. من خوش ندارم چش ناپاک تو عروسیم باشه. خوبه خوبه، از غیرتت خوشم اومد. اگه منم یه پسر داشتم حتما عین تو میشد. اما به مولا قسم که من چشم ناپاک به ناموس کسی نداشتم و ندارم. لچه موره نکن، همین که گفتم. اگه دوباره ببینمت هر دوتونو میکشم. کنهای بیغیرتی با سر من خیلی کشاده. به در سوخته عجب دست سنگینی داره. الهی مادر قربونت بره، نکنه چیز خورت کردن. این کارا چیه میکنی؟ آسد مرتضی این همه خرج کرده، سور و سات جور کرده، خدا رو خوش نمیاد. همین که گفتم، من میخوام زن بگیرم، دلم هم میخواد عروسی تو خونه خودم باشه. آسد مرتضی چی؟ جواب اونو چی بدم ها؟ جواب اون با من. از کی تو مرتضی باید کارا رو راست ریز کنه؟ این حرفا چیه مادر؟ خودت گفتی آسد مرتضی پادر میونه کرده که این کارو واسه درست کنه. آره من گفتم.
اما کاشکی از اول میدونستم چه خیالی تو کلش داره. کی؟ سیه؟ اینقدر اسم اونو نیار. چرا؟ آخه مگه چی شده؟ اگه یه دفعه دیگه پات رو از خونه بذاری بیرون نفستو میگیرم. سنگین بیا که آب روی من حفظ بشه. فهمیدی بابا؟ دارم حفظش میکنم. سنگین بیا، سنگین. شله، خیلی شله. بوده آهنگ میکنم که حفظه. بابا، نگاه کن. بود نگاه کنگه هم بیا. خب سنگین. اوه، ایتی بارم. بابا آجی. آجی تو یواش بارم بارم بزاره. بلو خودم خیلی شله. این کوری کن شما کاره با اونجا میداری مبارک باشی پسرم قربونه تو برم مادر پس چرا آسید مرتزا نیومد بیبی جان دیگه اسم سید مرتزا رو نیومد اوستا چیه؟ میگم چرا اینجوری شد؟ مگه قرار نبود عروسی آقا مصطفی اینجا باشه ها؟ چرا قرار بود؟ اما نشد یعنی دلش نخواست حالا من جواب علی آبوزی و داره دستشو چی بدم؟ آقا واسهشون کارت فرستادم آبروشون تو محل میره همه اهل محل قضیه دعوای شما و آقا مصطفی رو شنیدن شنفتم که میگن سید مرتضی دیگه تکوتش بر نمیداره عوضش آقا مصطفی اسمی شده خب آقا مصطفی جوونه زور تو بازوشه اما من دیگه پیر شدم نه اوستا شرط می‌بندم که هیچ کس نتونه جلو شما قد علم بکنه
آقای زاد. جون آقای زاد. تا حالا شده مهره یکی به دلت بشینه اون وقت واسد گربه برخصونه؟ نه، من از رقص بخص خوشم نمیادش. نه، نه، منظورم اینه که چطوری بهت بگم؟ تو چند سالته؟ والا خودم هم نمیدونم، حساب سال ما عدستم در رفت. خوش به حالت بسار. خب دیگه من میرم بخوابم. کاریه؟ نه بسار جم، برو بخواب. اوزا شما هم بیا بگی بخواب که صبح زود باست بریم گاوداری، خیلی کار داریم اوزا جم. باشه باشه. اوسا یعنی آقا مصطفی حالا داره عروسی میکنه؟ آره آره. خیلی خوب، به ما چه؟ ما که جلو علی آبوزی و دار دستش کنف شدیم، بذار بشیم. رحمان رحیم. عروس خانم، آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای سید مصطفی خان در آورم؟ تکرار میکنم عروس خانم، آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای سید مصطفی خان در آورم؟ برای سومین بار تکرار میکنم عروس خانم، آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای سید مصطفی خان در آورم؟ بله. مبارکت انشاءالله. بله جیش بگیم آمون اینشانه به پای هم دیگه قربونه شما. آقا بعد خیلی شما میگن شب زفاف کم از صبح پادشاهی نی، به شرط آنکه پسر را پدر کند داماد. باری کل فیروز حرفایی کنم به گرم نمیزنی. حالا بیا اونبال من بیا باز بچه بازم دنباله تو Thank you.
جای سید مرتضی خالیه، کجاست؟ والا منم مثل شما بیخبرم. آخه چطور یه مکتب همه چیز عوض شده؟ چه عرض کنم؟ یعنی شما قضیه دعوای آقا مصطفی رو با سید مرتضی نمیدونید؟ دعوا؟ چه دعوایی؟ والا قضیهش مفصله، امشب تو جای این حرفا نیست. یعنی کجا میخوای بری؟ والا دلم شور میزنه، باید برم از سید مرتضی خبر بگیرم. به به، خانم کجا تشریف میبرن؟ مگه شماها داروغه ای؟ به شماها چه؟ آخه ما نزدیکتریم. هر چی باشه آدم با دل بخش محله را اول به دست بیاره، بعد بره فاسق جفت و تاب میگیره. کارو دهنه کار داشتی بریم گمشین کسافتا، وگرنه الان مصطفی رو صدا میکنم پدرتون رو دراره. فهمیدین چی گفت بچه ها؟ یا با ما میای یا همین الان سکتایی جا پولت رو کنم. برمان دستم رو بلکن کسافت گمش. آی مصطفی از بیبیت بپرس شب عروسی تو نزدیک خونه سید چی کار میکرد؟ چرا اینجوری شد؟ دروغ میگه، دروغ میگه، سید مصطفی به جدت دروغ میگه. شاید که دلیله ها دروغ میگن. من که از کسی ترس و واهمه ای ندارم. غلام چی داری میگی؟ بیرو درواسی، ما توی محل یه عمره با آبرو زندگی کردیم. مرد در لونه کفتر تو به من تا نرجاره پنجای گربه. آی نامرد چه بردی جاله یه تصیف تو؟ کار خودتو کردی؟ آره به قبله ی حاجات من نمک به حرومی نکردم آقا مصطفی. دیگه میخواستی چی کار کنی؟ رسوایی از این بالاتر؟ به جدت راست میگم، اونا میخواد زندگی ما رو به هم بزنن. قسم خوردم اگه چشم بهش بیفته بکشمش. میخوای چی کار کنی؟ اول تو میکشم، بعدم تو مادر هر زن. نه، این کارو نکن. به پدرت کاری نداشته باش. پدرم؟ از اون پدر منم شده؟ اون پدرت بود، پدر گم شدت. با این حرفو نمیتونی کلای شهری سر این موضوع بذاری، بپا کنار. نه آسد مصطفی، به فاطمه زهرا هیچ کلایی نیست. اون پدرته، سید مرتضی پدرته. باور نمی کنم، نمیتونم باور کنم. ببین من مدرک دارم. چه مدرکی؟ سب کن بیارم. بیا نگاه کن، این قباله ی عقدمونه. اون پدرت آسد مصطفی. یعنی؟ آره، ما میخواستیم بعد از عروسی بهت بگیم. نه
خوش برگاه شاه شکرد جراج ببخش من نمیدونست تو خیلی بزرگی خیلی بزرگی من یا منو ببخش یا با این تیغه قلبم رو پاره کن بگیر نزار بیشتر از این سلط بگیشم راحتم کن یه دفعه بهت گفتم که دیگه تیغ حکمی نمی کنه بچه نشو بزن تو سوی چشمه واسه مرتزا به من بگو پدر پدر Ha 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 ha